به حال الان بنده ادعای مناظره فعلا نکردم. یک بار ادعای مناظره سال گذشته، دو سال گذشته کردم با یک نفر، با آقای قزوینی، اما بعدها که من بحث‌هایشون رو دنبال کردم و گوش کردم و یادداشت کردم، به حدی دروغ در صحبت‌هایشون من ملاحظه کردم که واقعا خجالت کشیدم. والله قسم خجالت کشیدم که من با کسی صحبت کنم که این همه دروغ میگه. همین دیشب آقای هاشمی، همین دیشب ایشون گفت که اصلا مسئله ازدواج ام کلثوم با عمر چنین چیزی اصلا اتفاق نیفتاده. عجیب. اصلا هیچ عنوان. اگر دستگاه ما کسی ثابت کنه ما جایزه میدیم. من یادداشت کردم. بله. این کلیپشون اینجا هست. نمیدونم اگر ممکن باشه من اینو پخش بکنم. این خب این مگر اینکه این کلیپ شما آماده کنید من این جمله رو تکمیل کنم. ایشون میفرمود که یعنی گفتم کسی که واقعا این همه دروغ میگه، یک آیت الله، یک روحانی، یک شخصیتی که شهرت جهانی داره، این همه وقتی دروغ میگه، من چطور با یک چنین کسی برم بنشینم و صحبت کنم؟ واقعا اگر من یعنی واقعا صادقی یعنی واقعا منکر، من نمیدونم تو این دنیا گاهن انسان به گوش و چشم و همه چیز خود انسان شک میکنه، یعنی گفتن که اصلا هم چیزی وجود نداشته. دیشب من حرف ایشون رو یادداشت کردم، گفتم اصلا چون این چیزی اتفاق نیفتاده. امیدوارم اگر دوستان ما ضبط کرده باشن در جای این صحبت جلسه دیشب ایشون رو ضبط کرده باشن، بله، حتما این قسمت رو، این کلیپ رو لطف کنن پیدا کنن برای شب بعدی ازم که شاید دیشه باشه. بله. ایشون گفت اصلا چون این چیزی اتفاق نیفتاده، ما بایزی میدیم اگر کسی ثابت کنه. بله. فقط گفتن دو تا مورد، دو تا روایت، اون روایت اصول کافی و روایت خواستگاری هست که اینم روایت فروع کافی جلد 4 به قول ایشون یا جلد 5، اگر این هم درست باشه که به ضرر آقایونه با این منطق. خب استاد داری ما چطور آقا باور کنیم که کسی که این همه با این صراحت و این گونه علنی و آشکارا دروغ میگوید، ما چطور باور کنیم، چطور واقعا باشینیم کسی آدم بنشینه و حرف دیگه. دیشب من حرف ایشون رو یادداشت کردم، گفتم اصلا چون این چیزی اتفاق نیفتاده. دیشب من حرف ایشون رو یادداشت کردم، گفتم اصلا چون این چیزی اتفاق نیفتاده. در کتاب کافی جلد 5 صفحه 346 آنجا نوشته عمر داماد حضرت امام علی بودن. آیا این روایت صحیح می باشد یا ضعیف یا وجود ندارد؟ لطفا این نشان بدهید از کتاب اگر وقت دارید. کتاب کافی، اصول کافی جلد 5 صفحه 346 فروع کافی دیگه، چون جلد 5 فرمودید، صفحه جلد 5 346. بسیار خوب، اگر دوستان ما در اتاق فرمان پیدا کردن حدیث رو به ما خواهند داد تا اونجا روایت هم صحیح هست، ولی اونجا نداره. برای این که این دختر حضرت زهرا بوده، ببینید هر دو روایت صحیحه برادر عزیز من. هم روایت اول که میگه عمر آمد از ام کلثوم، از حضرت علی نسبت به ام کلثوم، ولی آیا این ام کلثوم دختر حضرت زهراست؟ ما گفتیم اگر یک روایت صحیح پیدا کنن در کتاب‌های شیعه که بگن این ام کلثوم دختر حضرت زهرا بوده، ما جایزه میدیم بهشون، هر قدر معین کنن جایزه میدیم. بله. ما که گشتیم، دوستانمون هم گشتن، رسما اعلام میکنیم در هیچ روایتی از کتاب‌های شیعه ما نداریم که ام کلثوم دختر حضرت زهرا سلام الله علیها بوده، و ما هم نقل کردیم از جناب آقای نووی و دیگران بر این که این دختری که در خانه حضرت امیر بوده به نام ام کلثوم دختر ابوبکر بوده، بعد از مرگ ابوبکر آمد در خانه علی بزرگ شد، مثل محمد نبی. من گفتم این که نه در کافی نه در غیر کافی یک جا ما نداریم این دختر ام کلثوم دختر حضرت زهرا بوده، دختر حضرت زهرا بوده بیارن. آقا این چقدر، این آقا اینقدر فهم شعور نداره، اینقدر درک نداره، چی بگیم ما برای اینها؟ یعنی واقعا این حرفا برای اینها همون تعبیری که داشتم، واقعا سوره یاسین خواندنه. واقعا این آقا تعجب میکنم از این حرفا.
بله. اینا میترسن از حضرت عالی آقا. نه آقا جالبه، من گفتم آقا این ام کلثوم دختر حضرت زهرا نیست، میگه آقا اصلا همچه ازدواجی اتفاق نیفتاده. میگه من دو مرحله یادداشت کردم. آقا این یادداشت‌های شما مثل یادداشت‌های معاویه و یزید ابن معاویه هست. در یادداشتات حضرت عالی صرف نظر چیز کن، تجدید نظر بفرمایید یا دوباره تکرارش گوش کنید. بابا این حرفا یک دفعه تو خونت برای خانم بچه‌هات حرف میزنی، حالا میتونی اونجا بگی آقا من آنم که رستم بود پهلوان.